زینبم، من کلب زینب، مجنونه رقیم رفتونه رقیم. وقت ما در باب قرآن بسته است، همچین میدان باز نیست. اصلا مالک زمین امامه، امام و حجت خدا مالک زمینه، مالک زمین ما. من قبول ندارم از زمین میرم. اگه بنا باشه علی و عمر یه جا برن، علی و معاویه یه جا برن. امام حسین در اون وقتی که هیچ فریاد رسیده میکنه منو به حضرت بکنه، امام حسین در ملک و جن و بشر و ذرات عالم همه امامشون امروز امام او بر همه معنی بیان بودنش نیست که همه میفهمند. جای قرآن و آیات الهی در سینه یه عده است که خدای متعال علم عطا کرده. نبوت تمام نشده ها، تا فاطمه هست ادامه اون نبوته، هنوز بقیه دارد، هنوز همه طالب به بشر نرسید. نور امیر المؤمنین شکافته شد، فتق نور اخی علی خلق منه الملائکه، همه ملائکه خلقتشون از نور امیر رضا. وقتی میرسی در خونه امام رضا نباید به امام رضا بگی امام رضا از خدا بخواه مریضمون رو شفا بده، واسطه نیست بین امام رضا و خدا، خود امام رضا مشیت یعنی منو بال من جن طب، یعنی منو بال من جن. الحمدلله وحده و الصلاة و السلام علی من لا نبی بعده. در تیتر برنامه ما جواب سوال برنامه هست. سوال برنامه این است که آیا امام شیعه ها یک اله هست؟ تیتر برنامه ما که مجموعی از سخنان آخونده ها رو کنار هم گذاشتیم واضح میگه که بله یک الهه، امام یک الهه و ما الله اله آخر هست در پیش شیعه. ولیکن شیعه میگه نه ما عبادت نمی کنیم، ما اله نمی دونیم، ما محبت داریم. شما در تیتر برنامه دیدید که میگه مالک زمین امامه، نگو پیش امام رضا میری، نگو واسطشو، فاصله نیست بین امام رضا، فرقی نیست بین امام رضا و الله. همه میگه از نور ملائکه، از نور علی خلق شدن. اینا برای چیست؟ برای اینکه بگه این یک اله هست. ولیکن شیعه، علمای شیعه یک علای سه گوشی که بر سر ملت گذاشتن این است که اصلا اله رو غلط معرفی میکنن. اونا برای مردم میگن اله چند تا بت سنگی یا چوبی است که این ور اون ور بوده. نه جان من، اله میتونه طبق نظر قرآن، اله میتونه غذا بخوره، اله میتونه توالت بره، اله پیر میشه، اله مریض میشه، اله گرسنه میشه، سیر میشه، میخنده، گریه میکنه، میمیره و همه صفاتی که انسان داره که اله هم داره. منتها در ورای این، در پشت این اله یک قدرت‌های خاصی داره. مثال میتونه بهت کمک کنه، هرچند که خودش مریض میشه میتونه تو رو شفا بده، هرچند که خودش شکست میخوره میتونه تو رو یاری کنه که شکست نخوری. این چیزایی است که اله داره. پس اون حرفی که به شما میزنن اسم شراب عوض کردن و میگه نه این که شراب درسته که شراب حرومه، اما ما که شراب نمیخوریم، ما داریم دوغ میخوریم. چنین چیزی نیست. پس بیایید معنی اله رو بفهمیم. اونا معنی اله رو عوض کردن. ما در صفحه 367 و 368 قرآن کریم که قرار است از هر صفحه دلیلی بر ضد عقاید علمای شیعه بیاریم هستیم و در این دو صفحه هم ما دلیلی میاریم. در اینجا ما به جایی به کلمه اله برمیخوریم که کسی خودش رو میگه من اله هستم. ببینیم اون داستان چیست. در سوره شعرا که امروز باش هستیم، در این سوره موسی رو خداوند جل جلاله میفرسته پیش فرعون. بحثشون میشه، میگه آقا من خدا، من تا از الله فرستاده. الله کیه دیگه؟ الهی تو کیه؟ ایموسا گوه الهی من رب مشرق و مغرب است، الهی من اینجوریه، الهی من اونجوریه. در آخر فرعون کم میاره، میگه که چی میگه؟ آیه 29 از سوره شعرا رو بیارید تا ببینید که فرعون چی میگه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال فرعون گفت لئن اتخذت
اله غیری لاجعلنک من المسجونین. ای موسی، اگر غیر از من یک اله دیگری رو بخوای با من بگیری، یعنی دیگه هم بگی اله هست غیر از من، لاجعلنک من المسجونین، تو رو حتما از زندانیا قرار میدم، تو رو در زندان میندازم، تو رو شکنجه میکنم. اله غیری، من میگه اله هستم. فرعون مگه تو توالت نمیری؟ مگه تو غذا نمیخوری؟ مگه تو پیر نمیشی؟ مگه ریشت سفید نمیشه؟ مگر خواب نداری؟ دارم، ولی اله هستم. قومشم قبول داره که فرعون اله است. فرعون مگه تو شکست نمیخوری؟ مگر نه این است که همه چیز به دست تو نیست؟ درسته همه چیز به دست من نیست، اما من اله هستم. دقیقا این صفت رو مردم ما به علمای شیعه ما، به امامان نسبت میدن. امام اله است اما غذا میخوره، امام اله است اما میخوابه، میمیره، ریشش سفید میشه، شکست میخوره، در گردنش تناب میندازن، گردنش هم میبرن، سرش هم میبرن، ولی امام اله است. در این حالی که سرش میبرن میتونه حاجت تو رو بده، در این حالی که مرده زنده است، در این حالی که مرده صدای تو رو میشنوه، در این حالی که مرده صدای قلب تو رو میشنوه، از وسوسه های قلب تو آگاهی داره. این چیزیست که فرعون هم داشت. فرعون هم طرفدارانش گمان میکردن که درسته که مثل یک انسان زندگی میکنه، اما انسان نیست، با خدایان در تماسه و میدونه که تصمیم میگیره که ما به بهشت بریم یا به جهنم بریم. فرعون قسیم الجنت و النار است، مثل که حضرت علی رو شیعه ها قسیم تقسیم کننده بهشت و جهنم کردن. شاید بگید عجب انسان وقیحی هستی تو سجودی، عجب انسان بی حیایی هستی، آیا تو فرعون رو با حضرت علی مقایسه میکنی؟ ببینید، فرعون و حضرت علی و من و حضرت علی در چند چیز که مشترک هستیم. چشم من دارم، حضرت علی هم چشم داره. فرعون چشم داشت، حضرت علی هم چشم داره. گوش داشت، گوش داره. غذا میخورد، غذا میخوره. در این که مشترک هستن، من دارم مشترکاتی که شیعه قرار داده، ما که قرار ندادیم. ما که نگفتیم حضرت علی تقسیم کننده بهشت و جهنمه، ما که نگفتیم حضرت علی بعد از مرگش زنده است. این شما هستید که میگید. پس با حقیقت این است که شما حضرت علی رو با فرعون تقچه کردید. شما فکر نکنید فرعون که ظلم میکرد میگفت من ظلم میکنم، میگه من اصلاح میکنم، میگه من میخوام اصلاح کنم. این میگه مفسده، حضرت موسی رو میگفت. لذا اون دین خودشو دین اصلاح میدونست، هرچند که مفسد و ظالم بود. من حالا به اینش کار ندارم، به این کار دارم که فرعون در این حالی که توالت میرفت و زور میزد، ببخشید، در این حال خدا بود و مردم قبولش داشتن که خدا هست. خب حالا ما بیایم ببینیم که این خدا چیکار میکنه. حالا مثلا دستشویی میرفته، خب با دستشویی عادی نیست. چگونه عادی نیست؟ شما ببینید فیلم شماره 6 نشون بدید. قبلا داره و به مقتضای پاکی اهل بیت، ما اهل بیت وجودشون همه برکت میدیم. اما خود روایات شیعه، ما حتی در بعضی روایات داریم که اهل بیت فضولات ندارن و داریم که اصلا وقتی مثلا اهل بیت علیهم السلام میرفتن و مثلا جای برای آقا رسول خدا برای مثلا قضا حاجت بوی عطر پخش شد و اصلا زمین چیزی رو قرار نمیداد، میبلید کسی چیزی نه. بله دیدید انسان هست اما مثل انسان دیگه نیست. اونا هم فرعون همینجور میگفتن، معتقد بودن فرعون از اون طرف خبر داره و میدونه در اون طرف دنیا چه خبره، در این طرف دنیا چه خبره، و تحقیقا این هست. بعد از مرگم، چون که مردن خلاصه بالاخره آدم رو، آدم با مردن کم میاره، فرعونیا چیکار میکردن؟ براش یه قبر میساختن، جسدش رو مومیایی میکردن و قبر بسیار عظیم به اصطلاح بنای عظیمی ساخته بودن. اهرام سگانه مصر هنوزم از عجایب هفت‌گانه کره زمین. یعنی تمام کوششون رو به کار می‌بردن که بگن آقا فرعون اگر رب است، بعد از مرگم رب است. بعد از مرگ دیگه ما حرف مفت زدن کاری نداره که. بعد از مرگ میگه آقا با همه رابطه داره، در خوابت میاد، نمیدونم کمکت میاد. دیگه بعد از مردن دیگه حرف مفت زدن کاری نداره. کما که در حتی در مورد زنده ها، در مورد مرده حرف زدن کاری نداره.
دقیقا شما ببینید که برای فرعون چه قبری ساختن. من میخوام معنی اله رو برای شما بگم. این مثلا قبر فرعونه، در داخلشه. لطفا تا فرمان بیاری این عکس رو بیاری. این داخل اهرام مصره. ببینید قبر رو، بالاش نقش و نگار و دقیقا همه چیزی که شما در قبرهای امامان شیعه میبینید، سردابها و جاهای عجب غریب و این قبر آخر. این قبر یا قصره این اهرام سگانه این مصره که بسیار عظیمه. و این داخلش ببینید نقشنگارها و بالاخره مشتایی که مذهبی که داشتن. و این جسد فرعون یکی از فرعین است که بلکه این نبود نابود میشد دیگه. اگه خداست دیگه خدا باید جسدش باشه. و اون موقع به اصطلاح در علم پیشرفت کرده بودن و میتونستن جسد مومیایی کنند. و این هم بازم سردابای قبرش و قبراش و چیزایی است که ندیدن و نشنیده است. خب ممنون تا فرعون. و میرفتن یقین، ما حالا در تاریخ نداریم ولی احتمالاً اینها میرفتن و از این قبرها بالاخره برای مفت که نساخته بودن، حتما برای استفاده هایی داشته برای مردم اون وقت. خب این قوم که از بین رفته. خب حالا ببینید دقیقا همین رو ما میبینیم که برای حضرت عباس شیعه درست کردن. خب قبر آخه چی کار داره؟ نگاه کنین بیارین لطفا ببینید این قبر، داخل قبر حضرت عباس، همون سردابایی که در قبر فرعون هست. یعنی میخوام بگن این آدم اگه در زنده بود آب نخورده مهم نیست، حتی بعد از مرگش هم میگه آبای معجزه آسا داره. این در قبرش آبی است که شیعه نمیدونن به قول خودشون از کجا میاد. میبینید چراغ هم گذاشتن و بالاخره همون کاری رو کردن که چند دقیقه قبل شما دیدید که در قبر فرعون بود. چرا این کارا رو میکنن؟ برای اینکه شما فکر نکنید که حضرت چیز یک به اصطلاح اومده و رفته. ممنون تا فرمان. اومده و رفته، مجبور هستن نشانه‌ای از حضرت عباس بذارن به عنوان یک ربی که حاجت میده، از قلب شما خبر داره. لذا وقتی که زنده بود اگر مثل فرعون تشنه میشد، آب میخواست، ولیکن میتونه ما شما رو الان سیراب کنه. چیزای متضاد دیگه، متضاد. اگر در گردن حضرت علی تناب انداختن، کشیدنش، زنش رو زدن، درسته، در نزد شیعه این درسته، اما در این حال معتقد هستن که حضرت علی میتونه دشمن شما رو دو نصف کنه اگر ازش حاجت تو بخوای. چرا آخر؟ این حضرت علی که زنده بود همه کاره که نبود، چطور بعد از مردن همه کاره شد؟ برای اینکه اله است، قدرت موفق و طبیعی خدا بهش داده، در زندگی هم بهش داده بود اما استفاده نمیکرد. دقیقا چیزی که فرعونیان در مورد بالاخره بهش میگفتن اله دیگه. اله یعنی چی؟ وقتی که به فرعون یکی دوتا که نگفتن. ببینید نگاه کنید آیه بعدی رو ببینید. اینجا گفته که اگر غیر از من الهی، همین که مربوط به برنامه ماست، اگر غیر از من الهی بگیری تو رو در زندانی میکنم. در اینجا گفته که و قال فرعون یا ایها الملأ ما علمت لكم من اله غیری. ای فرعون گفت که ای بزرگان قوم، من غیر از خود، ما علم تو لکم، من نمیبینم من اله غیری، غیر از خودم خدای دیگه ای برای شما. فاقد لی هامان علی التین فاجعل لی سرها. ای هامان، بر آتشی بیفروز، بر گل، از گل پخته درست کن، گل رو به اصطلاح بپز و برای من از اون آجرها یک قصری بساز. خب این هم اله است، هم کمک میخواد، میگه من اله شما هستم، اما ای هامان به اله کمک کن، برش قصر بساز به دستور اله. پس معنی اله اینطور نیست که اله همون خدای ماست. اله میتونه اله باشه. حالا این چرا اله است؟ میگه آقا روزی شما به دست من است، از من بخواید من بهتون میدم. در اینجا حتی میگه فقال انا ربكم الاعلى. فرعون میگه من پروردگار بزرگ شما هستم، یعنی خدای دیگه ای نیست؟ نه. خب توجه کنید، فقال انا ربكم الاعلى، من پروردگار بزرگ شما هستم، معنیش این نیست که غیر از فرعون خدایی نبوده. ولی فرعون خدای مردم شیعه خودش بوده. مردمی که شیعه فرعون بودن میگفت شما دیگه حق ندارید برید از خدایان دیگه بخواید، من خدای شما هستم، از من بخواید. کمان که اگر شیعه حضرت علی هستید، شما حق ندارید برید پیش خدا از خدا حاجتتون رو بخواید. غلط میکنید که برید پیش خدا. وهابی هستیم اگر صاحب اختیار تو علی است در دنیا و در آخرت، تو از علی بخواد، رب تو علی است، ربکم الاعلا علی هست.
خدا رو تو کار نداری که میبینید چه بگی آقا با تو داری غلو میکنی حرف مفت میزنی. من حرف مفت میزنم؟ شما در این مراسم عزاداریتون اسم خدا رو میارید؟ یا حسین است یا حسن است یا علی است یا ابوالفضل است یا مهدی است، شما اسم خدا رو میارید؟ نمیارید که. اگر هم به اصطلاح شیطانتون راضی شد که یک دفعه اسم الله رو بیارید، اونم دیگه در خدمت چی میارید یا برای بستن دهان ما میارید؟ هزار دفعه اسم علی است، یه دفعه اسم الله است. اگر دروغ میگم برید تو مجلساتون ببینید، دوباره خودتون گوش بدید اگر که انصاف دارید. ولی جالب است که بدونید، خب این جالب، این نکته جالبه که فرعون میگفت انا ربکم الاعلی، ولی در این حال قومش میگفتن که تو رب ما هستی، اما میگفتن خدایان دیگه هم هست که خدایان تو هستن. مثل که الان در اول برنامه گفت که شما میری پیش امام رضا نگو از خدا بخوا، توهین نکن به امام رضا، فاصله نیست که بین امام رضا و خدا. آخر برنامه باز تکرار میشه امام رضا مشیت خداست، خودش مظهر خداست. اینا اینجوری میگن، یعنی خدای تو امام رضاست. فرعون هم خدایانی داشته، اما به مردم میگفته من خدای شما هستم، شما با خدای من کار نداشته باشید، من واسطه ای شما با خدایان دیگه هستم، اونو من میدونم با اونا. نگاه کنید این به اصطلاح بادنجانای دور قابچین، اینها بیشتر عصبانی میشدن. لطفا بیارید که فرعون چرا چیزی به موسی نمیگه؟ فرعون نمیتونه چیزی به موسی علیه السلام بگه. و قال الملأ من قوم فرعون، یک بزرگانی از قوم فرعون گفتن، عصبانی شدن به فرعون، گفتن به خدای خود گفتن اتذر موسی و قومه لیفسدوا فی الارض، میگه تو موسی رو ول میکنی که در زمین فساد کنن، و قومش رو که در زمین فساد کنن. فسادش چی بوده؟ و یزرک و آلهتک، که تو رو ول کنن و خدایان تو رو ول کنن، خدایان تو رو ول کنن. یعنی قوم موسی میدونسته، ممنون تا فرم، میدونسته که فرعون خودش خدا داره. پس توجه داشته باشید، این که ما میگیم آقا شما حضرت عیسی رو خدا گرفتی، حضرت عیسی رو رب گرفتی، حضرت علی رب گرفتی، معنیش این نیست که شما خدای آسمان و زمین رو قبول نداری. قبول داری، اما میگه به من مربوط نیست، واسطه من با اون خدای اصلی قوم فرعون میگه فرعونه، شماها میگید که حضرت علیه. حضرت علی از شما بری هست، این در این شکی نیست که حضرت علی از شما متنفره، حضرت حسین از شما متنفره. حضرت حسین یقین من دارم قسم میخورم، والله تلا بالله، اگر شما بیای من براتون قسم میخورم، در روز قیامت این قسم رو تکرار میکنم، اگر حضرت حسین قرار باشه در روز قیامت بین شما و یزید و شمر، حتی به شمر بین شما یزید و شمر یکی رو انتخاب کنه، میره کنار اونا وامیسته. اونا برای خدا شریک قرار نمیدادن، ظالم بودن. شما برای خدا شریک قرار میدی، حالا میخواد این شریک حضرت حسین قرار بدی، میخواد که لات و عزا رو قرار بدی، چه فرقی میکنه؟ شریک برای خدا قرار دادی. توجه داشته باش که فکر نکن که این الهی که به شما این آخوندهای شما میگن اله، میگه یعنی بوتا بوده. بوتا چیشی؟ بوتا بودن، فرعون بوت بوده. فرعون صاحب قبر بوده، شما هم صاحب قبر هستید. اینا ببینید یک قبرای دیگه نگاه کنید، شما میرید سر این قبر، اینو بیارید لطفا یک سرو سر این قبر میرید، آه چقدر نقشه نگار کردید، مثل قبر فرعون نقشه نگارش کردید. برای چی میرید آخر؟ چی کار داره؟ مرده مگه چی میخواد از شما؟ اونی چی نمیخواد، شما از مرده میخواید؟ برای اینکه خودتون باورتون بشه که این مرده کاری است، خودتون قبرش اینطور منبت کاری میکنید، اینطور طلا کاری میکنید، اینطور الماس و یاقوت میزنید که خودتونم باور میشه که این حاجت میده. نگاه کنید این زنا چی میخوان، هر کدوم یه چیزی میخوان در این لحظه، باز میگه اله نیست. آقا این زنا از هر کشوری مختلف هستن، از محلهای مختلف هستن، به زبانشون میگن، خلاصه دارن حاجت خودشون میخواد، یکی بچه میخواد، یکی میگه مادر شوهر من اذیت میکنه، یکی میگه شوهر من نمیدونم فقیره، هر کسی اینا. امامم داره همشونو میشنوه، فقط اینجا هم نیست، این آقای این حضرت ابوالفضل نه فقط صدای اینا رو میشنوه، صدای الان منی هم که اینجا هستم، در این حالی که صدای اونا رو میشنوه صدای منم میشنوه. خب این اله است دیگه، درسته که زنده بود، دستش قطع کردن، نتونست یک لیوان آب بر خودش بگیره، منتها شما معتقد هستید این اله است، درسته یا نه؟ نگاه کنید بالا رو چی درست کرده، فقط برای اینکه شما رو گول بزنه، چرا که زخرف انسان رو گول میزنه، میگه آقا اگر این هیچ کاری نبود این قبر چجوری براش درست کردن؟ فرعونیا هم همین میگفتن
که آقا اگه این کاری نباشه این قصر تو ببین ممنوع طوفان، این قصر تو ببین. حالا ما یک اله زنده داریم، جالبه بدونید ما یک اله زنده داریم. این اله زنده دقیقاً، البته این اله زنده برای مردم خودش امام مثل امام حضرت علی است، ولی برای ما و شما مثل یک فرعونه، از فرعون هم بدتره. ببینید در مورد این اله زنده مردم چه عقیده دارن، بیارین لطفاً حقایق دروغینی که مردم کره شمالی باید باور کنند. خب این رهبر کره شمالی است. خب ببینید که چی میکنن رهبران کره شمالی. موجوداتی بی عیب نقص بودن مثل امامای شما شیعه ها که هیچ یک از نیازهای اساسی بشری نمیتوانست آنها را لکه‌دار کند. من همچون بقیه متقاعد شده بودم این یک نفر است که از مذهب به اصطلاح فرعون زمان ما برگشته یا از مذهب همین رهبران کره شمالی. من همچون بقیه متقاعد شده بودم که هیچ یک از این رهبران به دستشویی نمیروند. نگاه کنید، به دستشویی نمیروند. چه کسی میتواند چنین مسائلی را درباره خدایان باور کند؟ یعنی اونا معتقد هستند مردم کره شمالی که رهبرانشون نیازی نداره دستشویی بره، آدمای بی‌نقصی هستند. دقیقاً همون حرفی رو که مولای شیعه اول گفت که اماما باز خدا پدر این مردم کره شمالی رو بیامرزه، فرعون کره شمالی رو، برای اینکه این حداقل نمیگه بوی عطر میداد. اینقدر دیگه خر نبوده که بگه خدای ما یا این رب ما یا این اله ما میگه دستشویی نمیره، نمیگه دیگه مدفوش بوی عطر میده، مثل که اون آخوند اولا گفت. این عقیده چی است؟ این عقیده چی است؟ آخه چرا این عقیده شه؟ برای اینکه اله است. اله نمیتونه در عین حالی که سر قبرش میلیون آدم جمع شده ازش حاجت میخواد در عین حال بره دستشویی. خب بیارید ویکتور چا مشاور سابق کاخ سفید می نویسد در ایدئولوژی حاکم بر کره شمالی اشاره بسیار به تغذیه عامه مردم از شیر مادر که ناشی از خرد رهبر این کشور است و همچنین به اصطلاح محبت فرزندان آنها به والدینشان ورود دارد. یعنی میگه رازق اینها رهبر ایناست. این همه حق ما در مورد حضرت علی و حضرت حسین هم شیعه ها دارند. مردم کره شمالی در آوازهای خودشان میخوانند کشوری که من آن را مادر میخوانم در واقع سینه جنرال کیم است، یعنی سینه همون به اصطلاح رهبرشون. همچنین به کودکان در کره شمالی آموخته میشود که کیم جونگ اون رهبر کنونی این کشور یک نابغه بوده و توانسته در 3 سالگی رانندگی کند. دقیقا همین عقیده را شما در مورد مهدی دارید. ممنون تا فرمان. در 3 سالگی شما معتقدید که حضرت از این بدتر معتقدید که حضرت حسین در شکم مادرش حرف میزده، حضرت مهدی نمیدونم وقتی از شکم مادرش آمده حرف میزده، نمیدونم 1 سالگی چی کار میکرده. چیزهایی که شما در مورد بچگی امامایتون عقیده دارید دقیقا همین عقیده رو در مورد رهبر خودشون مردم کره شمالی دارن. نگاه کن بیایید اینجا، میگه مردم کره شمالی به شاگردانشان بگوین که کیم جونگ تونسته در 9 سالگی در یک رقابت قایقرانی چی کنه؟ قهرمان رشته رو شکست بده. پدر رهبر فعلی کره شمالی کسی است که در سال 2000 تونسته همبرگری اختراع کنه. میگه مخترع همبرگر این اسمی که خودش دوست داشته و باعث یک کارخونه همبرگر هم درست کردن. بس دیگه این یکی دیگه هم گفته که من میخوام غذا به مردم بدم، همبرگر و سیب زمینی سرخ بدم، سرخ شده بدم. 100% هم مردم دوستش داشتن. بالاخره این همون چیزی است که شما در این خیلی چیزهای دیگه در اینجا دارن. دروغایی که گفتن در مورد رهبران خودشون میتونید بخونید. در چین جالبه کیم جونگ ایل میگه چی؟ میگه قهرمان گلفه، با یک توپ تونسته 5 حفره گلف را فتح کند. یعنی خب شما اگه بازی گلف بلد باشید، ممنون تا فرمان، بازی گلف بلد باشید، از این میره از در داخل حفره میفته، دیگه از حفره که بیرون نمیاد، بره تو حفره دیگه بیفته. این میگه یه دونه زده از این حفره افتاده اومده بیرون، رفته حفره دیگه، رفته حفره دیگه. برای چی؟ برای اینکه یک اله است دیگه، قدرت عجیب غریب داره. خوب است که بعضی فیلم های مربوط به این کره شمالی رو ببینید، ببینید شباهتش رو. عرضم به حضور شما فیلم شماره 4 نمایش بدید لطفا. صدام ببینید این رهبرشون مرده، ببینید چجوری گریه میکنه. این بیاد شما به چی میندازه؟
این گریه زورکی اینها شما رو به یاد چه چیزی میندازه؟ لطفا ببینید، صدای خودش بذارید. انصافاً روزخونشون بهتر از روزخونای ما به اصطلاح آواز میخونه. نزدیک بود منم گریم بگیره چون که زبان کره‌ای نمیدونم. خب این بدبختیه، چرا الهشون مرده؟ اما حالا جالبه، خیلی جالبه بدونید که اینها را اگه در شما در کشور کره بگید که رهبر ما مرده، اعدامت میکنن. نباید بگی مرده. چی شده؟ میگه با خورشید پیوسته، خورشید گرمتر شده، مملکتشون سرده. میگه که رهبر ما که مرد، نمیگه مرد، میگه با خورشید پیوست، یعنی با خورشید یه جا شده دیگه. رهبر نباید بمیره دیگه، فرعون باید بره در ارزم به حضور شما در اهرام دفن بشه. امام خیالی شیعه باز تو یادتون باشه که امامای شیعه امامای ما هستن، حقیقیاش موحد بودن، در قبرهای عادی دفن شدن. هیچ کدوم سر قبرش چی نمیزه نشون ببین، نشونی حضرت فاطمه که شما قبرش میگید گمه، اگه یه سرش دونن قصرکی میساختن که شما میدونستید کجاست، یا مال امام صادق شما ساختید. اونها وقتی که مردن بچه های اونها رو به روش اهل سنت دفن کرده، روش خاک ریخته، نبرداشته اسفالت کرده، نبرداشته نمیدونم سنگ مرمر گذاشته. خب ولی ببینید که امام خیال اینها دقیقا همون داستان فرعونه. حاضر نیستم بگم مرده. مرده چی؟ نمرد، با خورشید یک جا شده. حالا ببینید عیناً همین کار رو برای رهبری که مرده برش گریه میکنن، ببینید که در کلیپ شماره دو قبرش، ببینید فقط یک مقدار کوتاهی رو نشان بدید چون من میخوام حرفی رو برای بیننده بگم. لطفاً بیارید شماره دو.
پس از درگذشت کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی، مقامات این کشور با حضور در آرامگاه کیم ایل سونگ پدر وی از جسد رهبر پیشین خود دیدار و با وی وداع کردند. هزاران نفر از مردم پایتخت نیز به تپه‌های مانسو محل تدفین رهبران پیشین خود رفته و به سوگواری مشغولند. مقامات کره شمالی تا روز 29 دسامبر که مراسم تدفین کیم جونگ ایل برگزار خواهد شد، عزای عمومی اعلام کردند. کیم جونگ ایل که روز شنبه و بر اثر بیماری قلبی درگذشت، از سال 1994 رهبری کره شمالی را در اختیار داشت و بر اساس اعلام رسانه‌های این کشور، از این پس کیم جونگ اون فرزند سوم وی هدایت این کشور را در دست خواهد گرفت. مقامات کره شمالی اعلام کردند که از هیچ هیئت خارجی برای شرکت در مراسم خاکسپاری دعوت نخواهند کرد و در مدت 11 روز عزای عمومی برگزاری هر گونه مراسم جشن در کشور ممنوع است. مرگ کیم جونگ ایل در حالی اتفاق می‌افتد که کره شمالی خود را برای برگزاری جشن‌های 100مین سال تولد کیم ایل سونگ در سال آینده آماده می‌کند. حالا چرا این مردم احمق هستند؟ نه، یک عده ملعبش میگن که فرعون هم داشت. دیدی اومدن به فرعون گفتن چیکار داری میکنی؟ موسی رو از فرعون تندتر شده بودن که موسی رو چرا نمیگیری؟ تو هم گذاشته و خدایان تو هم برای بد میگه. این ملع کسایی هستن که در اطراف رهبرا ازش فایده و سود میبرن. اینها پدر سوخته تر از رهبرای چی هستن؟ خوب توجه کنید عرض منو. این کسایی که دور همین حاکم کره شمالی جمع شدن، میدونه مردم نون شب نداره بخوره، نون نداره، نون، ولی چون به اینا میرسه دیگه سعی میکنه رهبر خودش رو ببره بالا. دقیقا همین کارو ملع میکنه، برای امام حسین هم میکنه. ملع منظورم همین بزرگان خوب. تو فکر نکن ای بیننده، من به خدا قسم یک کلیپی دیدم که یک آخوند شیعه که خیلی طرفدار حکومت هم هست، گفت خوب شد امام حسین شهید شد، ما میگه سوژه پیدا کرد، اگه میمرد میگه به ما چی میرسید. خیلی گشتم دوباره اون کلیپ رو پیدا کنم، ولی نه، پیدا نکردم. متاسفانه ما آرشیو درستی نداریم. خب اینا چون که فایده میکنن، اینها لامصبا بیشتر از رهبر تعریف میکنن و اینها باعث میشن که به اصطلاح بدبختی بشر زیاد بشه. آخوندا از رهبرای مرده مثل امام حسین، امام حسین چیکار داره؟ اسم دختر بچهش میذاره شاسا مثال، حسینی هستی حداقل اسم بچه تو حسین بذار دیگه. شاید یه بعضی که میذاره، خب الان ببین که نمیذارم، یا اگه بذارنم عملش به حسین هیچ ربطی نداره که حسین رفته با ظالم جنگیده. اینا کدومشه تو جنگ ایران عراق رفته؟ یک آخوند به من نشون بده رفته باشه. یک آخوند 500 هزار آخوند داریم، همین جوانای مردم کشته شدن، راه حسینی که نمیره. ولی چرا برای حسین گریه میکنه این ملع به اصطلاح این بزرگان قوم؟ چرا برای رهبر کره شمالی گریه میکنه؟ چرا اینا برای حسین گریه میکنن؟ برای اینکه فایده شون در این است. و این ملع، این بزرگان قوم که ملع قرآن بهش میگه، اینها خیلی ضرر میزنن. یکیشو شما نگاه کنید الان در کلیپ 5 ببینید که این آخوندک چی میگه. آخه در مورد خامنه‌ای فرض میکنم به آقایونم که نماز جماعت میخونن بیان بکنید هر موقعی که اسم امام خامنه ای اومد سه تا صلوات جلی بر محمد آهد میده. آقا من از جمعون ها میخوام تو کانال ها توی شبکه های اجتماعی این مطلب ما رو حتما بیان بکنن، خودشون هم حتما مروج این قضیه باشن که از این به بعد حتما وقتی اسم آقا آمد، امام آمد، سه صلوات جلی بر محمد و آل محمد به نام امام خامنه ای بفرستند. خب امام یک وقتی چه اسم، امام وقتی چه اسم بزرگی بود؟ ما که کوچک بودیم یادم میاد. امام خمینی رو امام کردن، خامنه ای رو الان امام کردن، کم کم الهش میکنن. الهی نیست که خامنه ای مثلا ترامپ به گوشش سیلی نزنه. خب در گوش امام حسین هم سیلی زدن. کم کم میگن که آقا این میتونه حاجت شما رو بده، این اگه نباشه نمیدونم زندگی شیعه خراب میشه. حالا مثلا شماره بعد ببینید، شماره 9 رو ببینید چطور از این یک اله دارن میسازن. از شکم مادر در نیومده مثل امام حسین صحبت میکنه، مثل مهدی صحبت میکنه. نگاه کنید، زمینه تولد این فرزند جدید رو فراهم میکرد. میگفت یه مرتبه دیدم صدای قابله بلند شد که علی نگهدارت باشه. این تعبیره. گفت ما در رو باز کردیم اومدیم تو، گفتیم چی شد؟ گفت که این آقا، یعنی مقام معظم رهبری، وقتی
میخواست از بدن مادر خارج بشه گفت یا علی. گفت تا این کلام رو شنیدم قابله گفت علی نگهدار. زمینه تولد این فرزند جدید رو فراهم میکرد. گفت یه مرتبه دیدم صدای قابله بلند شد که علی نگهدارت باشه. این تعبیره. گفت ما در رو باز کردیم اومدیم تو، گفتیم چی شد؟ گفت که این آقا یعنی مقام معظم رهبری وقتی میخواست از بدن مادر خارج بشه گفت یا علی. گفت تا این کلام رو شنیدم قابله گفت علی نگهدار. این همون کسایی بودن که دوره این همون هایی هستن که دوره فرعون بودن. فرعون اینا اله کردن. خامنه ای که از شکم مادرش اومده بیرون که خداوند میگه لا یعقلون شیئا، هیچی نمیفهمه. از اونجا علی هم شناخته، یا علی هم گفته، زبانش هم با حرکت در اومده، با یا علی وارد دنیا شده. علی دیگه چی باشه که امام خامنه ای ببین یه دفعه امامش کردم ما هم امام میگیم اینجوری میشه. امام خامنه ای دیگه او رو میگه یا علی دنیا میاد. علی دیگه خب حتما خداست که با اجازه اون وارد کره زمین میشه. خب اینجوری خداش میکنه. حالا اینا هنوزم سر کاره، هنوزم سر کاره. برای چی؟ برای اینکه طبیعت انسانی که الله رو کنار گذاشته، لا اله الا الله رو کنار گذاشته و الهان غیر از خدا گرفته، این است که دو تا اله سه تا اله راضی نمیشه، 100-200 اله درست میکنه. اله یعنی کسی که بهش نون میده. این آدم از خامنه ای میخوره، چای نفت خامنه ای گرفته، این فکر میکنه خامنه ای چای نفت رازقه، از اون میگیره. بس هر چی براش میگه، یکی امامش میگه، یکی نمیدونم میگه تو فرزند چکم مادر دنیا اومده، یکی حتی میره من دیدم، حالا این الان عکسشو ندارم، دیدم که میره جایی که امام خمینی نشسته، نشیمنگاه امام خمینی در خامنه ای در سر کوه کرمان، اونجا رو زیارتگاه درست کردن. ای خامنه ای چی بوده آخر؟ همطوری بزرگش میکنن. همین کارو با حضرت حسین هم کردن. به حضرت حسین رضی الله عنه تو دنیا بیاد بگه آقا اینجوری تو قدرت داشتی؟ میگه والا بشر از این احمق‌تر دیگه شاید من ندیده باشم. ببینید چه جوری، حالا ببینید حالا با حضرت حسین چیکار کردن. ولی قبل از این مال حضرت حسین نشون بدیم، شما ببینید که اینا این ملع کسایی که دور فرعون گرفتند و فرعون خدا کردند و دور خامنه ای رو گرفتند و خامنه ای رو دارن کم کم خدا میکنن یا امام حسین رو خدا کردن، اینا برای فایده خودشون این کارو میکنن، یا دور رهبر کره شمالی رو. یکیش چند روز پیش در ایران رو خدا رسوا کرد. کلیپ شماره 8 نمایش بدید ببینید یکی از طرفداران پرپاخرس این حکومت، انقلاب ما کردیم، ما این حکومت به وجود آوردیم، ولیکن ما رو بیرون کردن. بیرون یعنی به این صورت که به وعده های خود عمل نکردن، ما با شما مخالفت کردیم، حاضر نشدیم اینا رو اله قبول کنیم، اما به جای ما این آقا که نماینده خوی شهرستان خوی در مجلس شورای اسلامی هست، ببینید که چه سخنرانی میکنه، گوش بدید. دولت بایستی جلوی ریخت و پاش را بگیرد و با اشرافیگری مبارزه کند و در این راستا بایستی خود پیش قدم تر باشد و امروز مردم ما را تبعیضها رنج می دهد. لذا بایستی مسئولین در تراز مردم زندگی کنند و خود را هم تراز با مردم در رفتار و معیشت تنظیم کنند. خب دیدید این آقا دو سه روز پیش در خانه‌اش دزد رفته. این آقایی که میگه باید همه ما زندگی ساده داشته باشیم تو مجلس، تو خانه‌اش دزد رفته. ببینید چی پیدا کرده. لطفا خبر بیارید در صفحه مانیتور من. چند هزار، صد هزار دلار از منزل نماینده خویی در مجلس به سرقت رفت. همین که میگه باید زندگی ساده داشته باشیم، اشرافیگری رو باید چی کنیم، در خونش اینقدر پول نقد بوده، صدها میلیون تومان پول نقد و چند صد هزار دلار از منزل آقای تقی کبیری که یکی از بهترین طرفداران چی هست بوده. میگه نه آقا یه جا گفته که نه 200 هزار دلار نبوده، 250 هزار یورو بوده. متوجه هستید؟ 200 هزار دلار این مبلغ یعنی 3 میلیارد وجه نقد نگهداری در منزل مسکونی جای اینجا نوشته. ببینید 250 هزار یورو در خونه خود داشته در زمانی که مردم ایران ارز یکی از مشکلاتشون است. و این منافق ملای خامنه است، یعنی از اطرافیان خامنه است که حاضر است خامنه ای را از خدا اونورتر ببره، یعنی بگه خالق خدا خامنه است.
250,000 یورو فقط تو خونش داره، متوجه هستی؟ و اینجوری داستان. حالا چجوری اینا رو اله کردن؟ ما صحبت ما رو بریم به صحبت اصلی. متوجه شدی که چرا اینا رو اله میکنن؟ برای اینکه فایده دنیویشون است. حسین رو با حسین چیزی ندارن. اگر امام حسین دوباره ظهور کنه اینا باش به جنگ نمیرن، یک آخوند هم نمیره. اگه میرفت خب میرفت دیگه، مگه جنگ ایران و عراق، جنگ امام حسین و جنگ یزید نبود؟ کدوم آخوند رفت؟ گفتم به شما هدفشون فایده خودشونه. اما چجوری اله میکنن؟ شما کلیپ شماره یک ببینید، ببینید که چجوری اله میکنن و چرا از شما میخوان که آثار اینا رو متبرک بدونید. لطفا کلیپ شماره یک. روز ولادت روایت داریم یکی دوتا نیست، حنکو اطفالکم به تین قبر الحسین علیه السلام، کام بچه هاتون به تربت بردن. لحظه مرگ رو به قبله است، مستحب بذاره تربت تو آب بریزن بخور. روز پنج بعدم نماز، حدیث داریم مسافر با خودش تربت ببره. امان من اللص، از دوز و الحیات و العقاریب، مار و عقرب و گرفتاریا. زندانی به ناحق رفته، فرمود تربت به دستش برسونید بر میکرده. جنسی شرعی اما فروش نمیره. امام صادق علیه السلام فرمود یه مقدار تربت توش بزنیم فروش میره. زایه شدید. دوباره ما رو بت پرست کردن یا نکردن؟ دوباره ما رو بت پرست کردن. ولی اومدن چیکار کردن؟ اونا اگه بت هبل رو میپرستیدن، به نشانه هبل بت ساخته بودن، اینها به نشانه ارزم به حضورتون حسین بت ساختن. اگر اونها این بت رو ارزم به حضور شما مقدس میدونستن، ما از مقدس چیز اونورتر میدونیم، میخوریمشم. خاکی رو که به اصطلاح در اون حیوانات میگرده ادرار میکنه ما میخوریم. اگه بگه از کنار قبر حسین در میاریم، که قبر حسین حالا باید 500 متر زیر زمین میرفت اگه اینقدر خاک ازش میکشیدن، چرا میخواد بگه که حسین یک اله است که اطرافش متبرک کرده، خاکم متبرک کرده، جسدش اینقدر مهمه؟ همون احترامی که فرعونیا برای جسد فرعون قائل بودن و محفوظش کردن. برای چی کار میکنن؟ برای اینکه باید بدونی حسین یک اله هست در مذهب شیعه، باید آثارش رو بری بگیری. وقتی یک کسی رو اله کردی دیگه آثارش هم برات مهم میشه. و کلیپ آخر آثار، کلیپ شماره 3 هست، آثار. ببینید که مردم کره شمالی چطوری آثار جایی که من مثلا یک بار رهبرشون رفته رو هم به اصطلاح مقدس میدونن. نگاه کنید شماره 3، ببینید این آقا از اینجا یک دفعه رد شده، این رهبر همین جلوتر وایستاده، این رهبره. حالا که مرده ببینید مردم مثل شما سر زریح میرید، از همونجا زنا به اصطلاح چی میکنن، میگه اینجا برای ما مقدسه و اینجا رهبر ما یه دفعه رد شده، گریه میکنه و بس بوس میکنه و چند وقت بعد حاجت هم خواهد خواست، چون که رهبر از اینجا رد شده مقدس شده. آخه رهبر از اینجا رد بشه چرا مقدس بشه؟ این مسئله فقط به اله برگ بودن رهبرا برمیگرده. گفتم که رهبران کره شمالی هم در پیش مردم اله هستن، اگر مرد هم نمرد، به عرضم به حضورتون که چی پیوست به چی میگه خورشید. پس خلاصه صحبت ما این بود که اله میتونه در زندگی، در وقتی که زنده است بخنده گریه کنه، کمان که فرعون میخندید و گریه میکرد، مریض بشه، پیر بشه، بمیره، گرسنه بشه، سیر بشه، غذا بخوره، توالت بره، ولی در این حال اله باشه. و پس مشکل در چی بوده؟ مشکل در این بوده که اینها، یا مثلا خوبیشون در چی بوده؟ خوبیشون در این بوده که اینها قدرت ماوراء طبیعی داشته. اگر در دنیا سرش بریده میشده یا مریض میشده، میتونسته مریض شفا بده. اگر خودش گرسنه میشده، میتونسته دیگران رو از راه به اصطلاح ملکوتی غذا بده. و حال چه رای حل این است که شما برید از قبر اینها یا از روح اینها حاجت بخواید که چی بشه؟ که شما در پیش خداوند مجرم جلوه بشید، مجرم ثبت بشید که الهی رو با خدا اله کردید. شما بازم گفتم که فرعون اله داشت، خودش اله داشت. این نبود که فرعون بگه که من همه چی من هستم. آیه رو براتون آوردم، دوباره ببینید سوره اعراف آیه 127. قوم موسی به موسی گفت، بزرگان قوم فرعون به فرعون گفتن که آیا موسی رو ول می‌کنی و قومش رو ول می‌کنی که در زمین فساد کنن
و تو رو ول کنن و خدایان تو رو ول کنن. یعنی فرعون خدایان داشته این نیست که خودش خدا بوده فقط. پس چی کار داره شیطان به ما؟ میخواد که ما همراه خدا اله دیگری رو، حالا به هر نامی تو این اله رو، به این به نام گدا هم بخونی اله است. تو بگی آقا این کسی که من مثال ازش حاجت میخوام یه گداست، بازم اون رو خدا میدونی. تو ازش حاجت میخوای، تو ازش حاجت میخوای، تو ازش چیزای غیر طبیعی میخوای، چیزی که خودش برای خودش نمیتونسته تو ازش میخوای، چیزی که همه ما از الله میخوایم تو از یک مرده میخوای یا از یک زنده میخوای، تو اون رو خدا میدونی، اله میدونی. معنی اله رو بفهم، اله فقط بت نیست. این سر شما کلا رفته. من تمام برنامه امروزم که کمی پراکنده بود فقط برای این بود که به شما این نکته رو بفهمونم که اله فقط بت نیست. میتونه یک انسان زنده اله باشه مثل رهبر کره شمالی، میتونه یک انسان مرده به اله باشه مثل حضرت علی، برای شیعه ها، نه برای ما. برای ما یک صحابی عالی شان و عالی قدر بوده، ما ازش حاجت نمیخوایم که، ما که ازش حاجت نمیخوایم، ما کاری به علی نداریم که ازش حاجت بخوایم. ما میگیم یک انسانی بوده که خداوند ازش راضی باشه که در خدمت اسلام بوده، بس تموم شده رفت. ما بهش اجرش هم نمیدیم، اجرش بر از خدا بگیره. به ما چه؟ و نه ما میتونیم اجرشو بدیم. اما شما رهبر مردم کره شمالی از رهبر کره شمالی حاجت میخواستن، مردم فرعون از فرعون حاجت میخواستن، ما سنی ها از الله حاجت میخوایم، شما شیعه ها از حضرت عالی حاجت میخواید. اله ما الله است. اله فرعونیا فرعون بوده، اله مردم کره شمالی رهبرش کیم چین جونگ اون و چی اسمای عجب غریب است، و اله شما حسین و حسن و تقی و نقی و باقر و محمد و صادق و فاطمه و مهدی هستن. بس صحبت تمومم. اگر متوجه شدید که شدید، اگر نشدید آتش جهنم منتظر کسی است که با الله اله دیگری رو شریک قرار بده. الله حافظ و نگهدار همه شما. من کلب زینب مجنونه تو آیم رفتونه تو آیم رفتونه ما در باب قرآن بسته است، همچین میدان باز نیست. اصلا مالک زمین امامه، امام و حجت خدا مالک زمین، مالک زمین ما. من قبول ندارم از زمین بیرم. اگه بنا باشه علی و عمر یه جا برم، علی و معاویه یه جا برم، امام حسین در اون وقتی که هیچ فریاد رسیده نیکنه منو به حضرت بکنه، امام حسین در اون ملک و جن و بشر و ذرات عالم همه امامشون امروز امام او بر همه بود. معنی بیان بودنش نیست که همه میفهمن. جای قرآن و آیات الهی در سینه یه عده است که خدای متعال علم عطا کرده. نبوت تمام نشده ها، تا فاطمه هست ادامه اون نبوته، هنوز بقیه دارد، هنوز همه طالب به بشر نرسید. نور امیر المؤمنین شکافته شد، فتق نور اخی علیم خلق منه الملائکه، همه ملائکه خلقتشون از نور امیر. رضا وقتی میرسی در خونه امام رضا نباید به امام رضا بگی امام رضا از خدا بخوا مریضمون رو شفا بده، واسطه نیست بین امام رضا و خدا، خود امام رضا مشیته. یعنی منو بل من جن طب، یعنی منو بل من جن طب.